گلم به شری شو خوش آمدید و ایام به کام و سال نوتون مبارک. اول سال هستیم و اومدیم منزل همیرای عزیزم که ما رو دعوت کرده و میخوایم یک غذای خوشمزه براتون درست کنیم. سلام شری جون، خدمت شما و تبریک سال نو. مرسی عزیزم. و سلام به بینندگان عزیزمون و تبریک سال نو به همه عزیزان. خیلی ممنون. خیلی خیلی خوش آمدین. مرسی عزیز. خب چی میخوای برامون درست کنی امروز؟ والا امروز قراره قلی ماهی درست کنم براتون. و اینکه غذای اسپشیال جنوبی ما کشورمون هست و این غذا رو زنموم خیلی درست میکرد چون ایشون اهل خرمشهر و آبادان بودن. بعد دوست داشتم همیشه وقتی ایشون میپخت. به به. پس دوستان جایی نرید، با ما باشید، ما برمیگردیم. قلی ماهی یکی از غذاهای مورد علاقه من هست. البته من همه غذاهای مخصوصا ایرانی رو خیلی دوست دارم. حالا قلی ماهی بگو ببینم مواد لازمش چیه؟ ولی مواد لازمش که خیلی مهمه، سبزیش اول که باید گشنیز داشته باشیم، مقدار زیادی میخواد، و همینطور شنبلیله که عطر خیلی خوبی بهش میده. بعد سیر حتما باید داشته باشیم، پیاز، زردچوبه، فلفل و نمک به مقدار کافی. از شنبلیله خشک هم اگه بخوایم میتونیم استفاده کنیم اگه تازه‌ش نبود. و برای ترشیش و اون چاشنیش تمر هندیه که بعد خیسش کنیم توی آب و بعد یکم با قاشق هم بزنیم صافش کنیم. من صاف کردهش رو ریختم اینجا. آها، یعنی اینکه تمر هندی رو می‌ریزی توی کاسه بعد قشنگ ماساژش می‌دی که اون چون هسته داره و صافش می‌کنی آبش بعد در نهایت میشه. آره، اینطوری میشه. و ماهیه که خیلی‌ها با ماهی درست می‌کنن، بعضی‌ها با میگو درست می‌کنن. ماهی هم طبق سلیقه است دیگه. معمولا تو ایران ماهی‌های جنوب رو استفاده می‌کنن ولی خب تو اینجا نیست. آره، حلیبته. بله، حلیبه بله. من استفاده کردم. میتونی با فیلت استفاده کنی. بله. استخونم نداره. بله. خیلی ها دوست دارن با استخون درست کنن، خود جنوبی ها، ولی خب من ترجیحاً گفتم راحت تره برای خوردن و اینا، چون بچه ها میتونن راحت مثلا خانم های عزیز که تو خونه میخوان درست کنن دیگه فیلش رو استفاده کنن، دیگه تیغ هم نداره. بخیر غذای سختیه؟ نه خیلی آسونه. غذای آسونیه. جنوبی خیلی دوست دارم. غذای خیلی ما که جنوبی نیستیم خیلی دوست داریم. آره. من نیستم ولی میگم خانم عموم جنوبی هستن، خوردیم و یکی از دوستانم اینجا خیلی علاقه داره، من چند بار براشون درست کردم، ایشون سفارش کردن که من این غذا رو درست. آخه عزیزم. خب پس برو بریم. بریم. خب خمیره جان، من امروز کمک آشپزم. هر کاری بود که من انجام بدم بگو به من انجام بده. خب ببینم این من دارم میبینم که خورد کردی. این گشنیزامونه که داشتیم میشوریم، خوب قشنگ میذاریم آبش بره، خشکش میکنیم و بعد توی میتونین دستگاه همین پروسسور بریزین خوردش کنی، یا میتونین روی تخته ریز خوردش کنی و بریزین توی یه مقدارم روغن بریزین و اینو سرخ کنین که من آردی سرخش کردم آماده که دیگه خیلی وقتمون رو نگیره. این از سبزی گشنیزمون که گشنیز و شنبلیله خورد شده و سیرم توش خورد کردم. آه، سیرم توش خورد کردم. آره، همونجور که تو دستگاه ریختم سیرم ریختم و قشنگ سرخش کردم، ولی نه خیلی که بخواد بسوزه تلخ بشه. بله بله. چون شنبلیله یه مقدار اگه زیاد استفاده کنیم تلخ میشه. بله متوجه شدم. مقدار کافی. این بذاریم اینجا. بعد در کار بعدیمون این که مایتابمون یه مقداری روغن می‌ریزیم. من همیشه یکم زردچوبه هم می‌ریزم زیره به خاطر اینکه خوشنعی میشه. چه قابلمه‌های خوشگلی هم داره. بله، اینا رو تازه به خاطر جدی میگی؟ بابا بابا ما دیگه چقدر گرفته بودم ولی منتظر یه فرصت بودم. به به، چه فرصت خوبی. بهتر از این. خب بگو ببینم اون دوستت که گفتی که این سفارشو کرد برای ما امروز درست کنیم کی بود؟ استاد بزرگمون هستن، خانم فرشته فرد. به به، خانم فرشته فرد این مایه منه. به به به، چه شود. من باید از استاد شما خانم فرشته فرد تشکر لازم رو بکنیم. انشالله حتما. در مرحله بعدی ما مایتابمون رو یه مقداری روغن می‌ریزیم
من کم زردچوبه ریختم، ماهی ها رو میتونیم توش بذاریم و گرم نمی کنی دیگه ماهی تاب رو، چون اینقدر این ماهی تاب هم خیلی خوبه نمیچسبه، خیلی هم راحته، خیلی راحته. بعد میریم اونجا، البته که میتونیم روغن هم داغ کنیم اول. ماهی ها رو سرخ میکنیم. خب همیرا جون، من شنیدم که شما در تلویزیون مناتو هم بودی. بله باجه. و اونجا هم آشپزی کردی، البته تو مسابقه آشپزی شرکت کرده بودی، برنده جایزه هم شدی. بله. یکم از اون برامون بگو. والله اونم سال 2019 بود که اومده بودن ونکوور، من رجیستر نکرده بودم، به اتفاق یکی از دوستامون که اونا شرکت بله. کرده بودن، مثل که نیرو کم داشتن و اینا، خواهش کرد از من منو معرفی کرد و که دیگه آقای تیام اومد منزلمون رو خواهش کرد که منم شرکت کنم، ولی خیلی چیز شده بود، هلهلی بود و اینا. بعد من درست توی گروه مثلا مناسب سنم نبودم، با یه دختر و پسرهای جوانی بودم، دیگه برنده شدم دیگه، خیلی کار شاید انجام نداده بودم، چون در هر حال از تجربه هم نمیخورد، تجربه آشپزی به هر حال فرقی نمی کنه ممکنه. ولی بچه ها اینقدر لطف داشتن، دوستای گلی بودن، هنوزم با هم در ارتباطیم، نوشین جون و مهیاد و شقایق جون. بله بله بله، خیلی بچه های گلی بودن، اونا لطف کردن منو برنده کردن. آخه عزیزم. خب بعد اینو الان میریم دیگه میذاریم روی شعله. بله شما برنجت هم دم کردی؟ برنجم هم دم کردم، اینم که سبزیمون آماده است، حتی میتونم اینو جا به جا کنم بذارم این بر بهتره. خب ما میدونیم که خب برنجم کردن خیلی از خانمای ایرانی و حالا غیر ایرانی بلدن برنج رو دم بکنن، و ما هم توی برنامه های قبلی طرز تهیه برنج رو نشون داده بودیم که طرز تهیه برنج یا حتی آبکش برنج به چه صورته. دوستانی که دوست دارن طرز تهیه برنج رو ببینن میتونن در ویدیوهای قبلی ما برن و مشاهده کنن. ولی همیرا جان برنجش رو آماده کرده و الان فقط ما در واقع خورش رو میخوایم دیگه استفاده کنیم. حالا تا ماهی ها سرخ شه من بله. دو مرتبه قابلمه همونو میاریم، یه مقداری که روغن داریم پیازا رو میریزیم توش، تا این پیازا هم نگینی خورد میشن. بله دو تا پیاز این، دو تا پیاز بله، دو تا پیاز نگینی خورد شدن. بعد میذاریم روی شعله طلایی بشه. وقتی که طلایی شد دیگه سبزی اینا رو اضافه میکنیم، بعد به ترتیب دیگه میگم دیگه. بعد سیر فقط تو سبزی داره یا تو خود خورش؟ توی سبزی سرخ کردم، ولی وقتی که همه چی آماده شد، قبل از اینکه ماهی ها رو بریزیم، این ستا رو گذاشتم پرس میکنم توش که اون طعم سیر فرششون بده. بله 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 بله. اینم از این میذاریم الان اینجا که اینم آماده شه. فعلا میذاریم که آماده هست. خب ماهیمونو میذاریم قشنگ یه طرفش کامل سرخ شه، وقتی که سرخ شد برمیگردیم برمیگردیم. چون خیلی لطیفه فیلم هست، یه ذره با چون زود نرم میشه، بعد خیلی مواظب باشیم له نشه. سرخ که شد میذاریمش کنار توی ظرفی. بعد که مایمون آماده شد، خوب چاشنی و ایناشو همه رو زدیم، نمک فلفل سیر و ایناشو زدیم، بعد آروم آروم ماهی ها رو میچینیم روش. متوجه شدم. یه مقدار زردچوبه اضافه میکنیم به پیازمون که خوشرنگ بشه. بله این زمانیه که پیاز خودش رو یکمی گل میکنه. بله بعد شما یکم زردچوبه رو میزنیم که بعد دیگه حالت طلایی خودش رو قشنگ بگیره. بگیره درسته. اینم دیگه طلایی شد. بحبت چه رنگ خوشگلی. الان دیگه مرحله ایه که میتونم سبزیش رو اضافه کنم. بله این سبزی شنبلیله و گیشنیست شنبلیله و چند حب سیر و چهار پنج تا حب سیر که قبلا خورد شده سرخ شده اضافه میشه به پیاز داغ. درسته. بسیار هم عالی. این هم دیگه با هم هم میزنیم. همیره جان چرا شما با سلیقه ای سفره هفت‌سینت هم که هنوز به جاست و البته 13 به 10 هنوز نرسیده، فردا 13 به 10 و ما زودتر اومدیم 13 رو خونی شما جر کنیم. خیلی خیلی خوشحالم چه سفره قشنگی انداختی. آره من هر سال دوست دارم دیگه بیرون از ایرانیم، چند سال تو ایران نبودم عید و
و دوست دارم همیشه این سنت رو به جا بیاریم. ما هم همینطور مثل شما. الان دیگه میتونیم این سیرار هم اضافه کنیم. آها، به اون به سبزی ملاتی که درست کردیم، به ملات اصلی. بعدش هم اینو اضافه میکنیم، تمر هندی رو. به به، دوتا توش پرس کردم فعلا. خیلی هم عالی. سیر خیلی خوشمزهش میکنه دیگه. اصلا سیر بوش که در میاد آدم گشنش میشه. آخه امیدوارم که این غذا رو دوست داشته باشه. سیر خیلی خوبه، هم خاصیت داره. بله. هم که خب تو غذاها که میدید. بعد یه تفتش میدیم. بعد الان دیگه وقتشه که این تمر رو بریزیم آروم آروم. به به، این تمر هندی دیگه چه شود. بله، اینجوری با بگیم. بله بله. بعد به دلخواه خودتون میتونید، یه دوست دارین بیشترم بریزین میتونین بریزین. من بازم آماده کردم که اگه کم بود بیشتر بریزم. من یه خاطره بگم از این قلیه ماهی اگه اشکال نداره. نه بگو. ما همیشه خونه عموم که میرفتیم خانمشون این غذا رو درست میکردن. بله. بعد پدرم همیشه میگفتش که مثلا میپرسیدیم که بابا دوسته، میگفت این چه کاریه؟ ماهی رو از آب در میارن، مثلا ماهی گیریم هم ماهی رو از آب در میارن دوباره میدازینش تو آب. ماهی رو از اصلا همینجور سرخ کرد خالی رو. خورشتی دوست نداشت. خورشتی دوست نداشت. خیلی براش چیز بود، عجیب غریب بود، ولی آخرم میخورد و خیلی هم دوست داشت. شمالی نبودم پدر شما؟ نه. چون معمولا شمالی ها دوست دارن که ماهی سرخ شده باشه یا کبابی باشه. آخه آره، همیشه میگفت چرا ماهی رو میندازن تو آب دوباره. ولی خب واقعا غذای لذیذ جنوبیه. من بله. احساس میکنم که واقعا یه سری از غذاهایی که ما داریم و مال شهرستانهای مختلف ایران هستش واقعا غذاهای لذیذیه. بله خیلی خیلی به حالا نفر شده. چیکار اینم خانم فرشته فرمان که صحبتش بود تو برنامه ما. من البته من بهتون بگم خانم فرشته فرمان پشت صحنه به ما خیلی کمک می‌کنه. ولی اصلا من دیگه از قلیه ماهی نتونستم بگیرم. ما به سفارش ایشون اینجا هستیم. آره خودشون هم اوردر دادن. ما نمی‌دونیم چقدر خوشمزه. باور کنید جای همگی خالی. نه جای هیچکی خالی نیست. نه برای همگی خالی. برام خوشون درست کنم. نه نه برای که اگه جه آدم های بیشتری میمدن چه کمتر میمدن. ولی دوستان واقعا بریم غذا رو درست کنین. تو همیرا جان گفت خیلی آسونه برای درست کردن و درست کنین، موشه جان کنین، تعریف کنین، عکس هم برای ما بفرستین. من حسودی شو خالی مفهم چیزا گفتم منو میذاره موشه جونتو آقای ماچی هم بدم بفرما. بخ بخ میشه چون شما یکی دیگه بازم یکی دیگه دیگه. آقای ماهی اینقدر من نگیر نخونک میذارم. عجب ماهی. بخ بخ. خب اینا دیگه بقیهش هم میذاریم. توی این مرحله قبل از اینکه ماهی ها رو بهش اضافه کنیم میایم نمک فلفل و چاشنی شد چیز میکنیم. چون تمر هندی اول ریختیم، تمر هندی هم یه مقدار شوری داره، اول نگاه میکنیم که چقدر احتیاج داره بعد میریزیم. خب پس غلظتش هم باید همینجور باشه. بله. چون اگه یکم آبکی بله. باشه دیگه اونجوری. بله. من حالا بعضی یکم آبکی تر درست میکنم که خب بیشتر هم میشه و اینا. بله. ولی من دوست دارم همینطوری غلیظ باشه، خوشمزه تر. خوشمزه تر. چون جنوبی ها تون میخورن معمولا. بله مامان من هم درست میکنه خیلی تون و تیز درست میکنه. تون ترش کنیم که ماهی هم هست، ماهی سرده این گرمی میده. به به. دیگه امیدوارم نسوزونمتون. ما اتفاقا غذای تون زیاد دوست داریم. خب اینم فلفلش دیگه. حالا میریم برای ماهی رو اضافه کنیم. دیگه همینجوری ماهی رو ماهی رو اضافه میکنیم. آروم آروم خودش با هم میخوره. بعدا تو ظرف که میکشیم دیگه همش با هم دیگه قاطی میشه. الان دیگه میذاریم یه خورده جا بیفته اینا با هم. بله. بعد میریم که سراغه یه رو بی میذاریم جا بیفته. به به. چون همه چیش پخته است دیگه. عالی، خیلی هم عالی. اوکی. اینو میذاریم یکم، درش رو میبندیم یکم جا بیفته، زیرش هم کم میکنیم.
چه افتخاری داریم که خانم فرمندم در کنار ما امروز هستن. میخوام من برای شما بکشم. من خودم میکشم چون شما بکشی کم. خب پس بذار من اول شروع کنم. میشه جانتو. من میدونم چی. میشه جانتو. پس من اول میکشم یک ذره چون میخوام تست کنم ببینم خانم همیرای عزیز ما چی کار کرده. به به. و از این خورشتم میریزم و بله چه خورشتش چقدرم قشنگ چیز شده این جو افتاده باورتون نمیشه که چی میخواییم بخوریم برای شما من تدیک بذارم بله بفرماییم یک کم تدیک برای شما عالی با همیرا جون بفرمایید که خودت هم شما بفرمایید نه دیگه باید هممون با هم بفرماییم همش نگران آقای ماهیچی هست نگران نباش میاد بله من برای شما هم تدریک بذارم خواهش میکنم به ببین چی بچه ماهی همه کسایی که اینجا نیستن خالیه شوخی کرد واقعا شما برنج گفتی که این برنج هم برنج ایرانیه برنج ایرانیه بله از ببین چی خورشتی ببین سبزیاشو وای 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 بذار من یکم تیست کنم ببینم از همه چی هم بذارم واقعا بخورت همه کشینا کافیه همه چیش عالی نوشه جونتون نوشه جونتون وح وح واقعا وح جاشم همچنین که خانم فرمان گفتن خالیه دوستان درست این غذا بسیار لذیذه ولی طرز تهیهش رو همچنین که همیرا جون نشون داد آسونه درست بکنید غذای لذیذ و دیفرنت و خوشمزه رو واقعا آدم دوست داره امتحان کنه درست بکنه رسیپیش هم حتما همیرا جون برای ما میفرسته ولی امیدواریم که از این برنامه ما خوشتون اومده باشه تا برنامه آینده دوستان چیز Thanks for watching, you guys. If you like this video and you want to see more, please subscribe the channel and leave a comment below. I love to read your comments.